بنیامین نتانیاهو در مراسم سالروز واقعی هولوکاست در اسرائیل گفت که این کشور قدرتمندتر از همیشه و از جامعه جهانی خواسته که جمهوری اسلامی را به منظور پایان دادن به برنامه هسته‌ایش تهدید به حمله نظامی کنه. و احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران در صدر خبرها قرار گرفته است. هذه الطائرة ليست روسية، هذه الطائرة هي من صناعة إيرانية وتجميع ومونتاج الكادر اللبناني المتخصص في حزب الله. پیام واضح و شفافی از جانب حزب الله و ایران بود به تمام دنیا اینو مخابره کرد که این پیام رو باید اسرائیلی‌ها خیلی خوب گرفته باشن. وقتی که با پهپادهای نسل قدیمترین ها میتونن بالای سر دیمونا برن، با پهپادهای نسل جدید چه کارهایی می توانند انجام بدهند؟ ما در مقابل تهدید تهدید میکنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین کند. هم آمریکا بداند، هم دست نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید و متلاشی خواهد کرد.
قدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. ملبس باز ما میبینیم که همون لفاظی های گابشرونی رو که استفاده میکنن تو این قصه فرمانده معزز سپاه پاسداران سردار عزیز جعفری هم بسیار خوب جواب داد که فرزندان ما در این مرز و بوم و نیروهای مسلح ما سالیان سالی که انتظار یه چنین نبرد رویاروی با اشغال اشکیاره میکشن. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا اخیراً در مصاحبه ای گفت اسرائیل میداند که وقتی امریکا از روی میز بودن همه گزینه‌ها علیه ایران میگوید بلوف نمیزند. اگر ایران موافقتنامه هسته‌ای ژنو را نقض کند و تصمیم بگیرد به غنی‌سازی ادامه بدهد، گزینه نظامی فوراً دوباره مطرح خواهد شد و امریکا آنچه را که لازم باشد انجام خواهد داد. به عنوان رئیس جمهور امریکا من قبل از این هم گفتم و اکنون تکرار میکنم که ما هیچ گزینه شامل گزینه نظامی رو در ارتباط با ایران از روی میز خارج نکردیم. اظهار میل به مذاکره میکنن، از این طرف بلافاصله میان میگن همه گزینه ها روی میزه. و این گزینه ها که مثلا چی؟ چه حرکتی؟ چه غلطی ممکنه نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن؟ امریکا رو زیر پا میگذاریم در این امور، نمیگذاریم که دخالت در امور ما بکنن، نمیگذاریم کسی دیگه هم دخالت بر ما بکنن، بخواندم اگر چنانچه هجمه بکنن ما نمیگذاریم این از تیاراشون پیاده بشن، چتربازاشون رو بین هوا میکشیم از بین میبریم. یه روز شنهای طبس کابوس عقاب‌ها شد، امروزه باز پهبادهای ما کابوس کرکس‌ها یا ناوهای دشمن خواهد شد به اذن الله. We'll be right back.
موشکی انگلیسی در زمین با شمارش معکوس و با رمز یا علی ابن ابی طالب و علی سلام موشکی را شکل کنید. و انشالله این اتفاق پیش نیاد و الا دوستان ما در سطوح و سنین مختلف چه با تکنولوژی پهباد چه با دست خالی استفاده از تاکتیک ها و تکنیک های حسین فهمیده ای که آخر نبرد ماست، یعنی اون روزی که شهید بزرگوار شهید رجایی میگفت این پیام رو تو سازمان ملل بهشون داد که دل خوش نکنید روزی که آخرین فشنگ ما در صحنه نبرد و در میدان اتفاق بیفته در اثر تحریم، اون روز تازه روز اول جنگ ماست که شما مدل نبرد عاشورایی ما رو ببینید. آسمونی که قابوس کرکس هاست حالا بازم بشمرم گزینه های روی میز ماست، حالا بازم بشمرید گزینه های روی میز سنچی هاست، حالا بازم بشمرید همه میدونن این آخرای قصه شما. Yeah.